در 24 ساعت گذشته 37 بیمار در اثر ابتلا به کرونا در سراسر کشور جان خودشون از دست دادن. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن با ما همراه شده. آقای صدری، من داشتم آمار کرونا در جهان رو نگاه می‌کردم، کمتر کشوری هست که مورد مرگی رو گزارش کرده باشه. اگر هم بوده موارد بسیار معدودی بوده، یک یا دو نفر. 37 نفر در یک شبانه روز، چیه علتش؟ مرگ و میرهایی که در دنیا کلن گزارش میشه این هستش که شما خب اون مرگ و میرهای مثل سابق که شما یک مریضی دچار کووید 19 میشد، بعد تورم ریه و سندروم زجر تنفسی میگرفت، دیگه به اون شکل نیست. فکر میکنم برمیگردیم به ایران این طور نباشه. یعنی اتفاقا گزارش ها نشون میداد که در ماه های گذشته در دوران اوج کرونا مرگ هایی که به این دلایل اتفاق میفته و اتفاقا باعثش کووید بود رو سعی میکردن لاپوشانی بکنن. این آماری که وزارت بهداشت اعلام کرده به نظر آمار مرتبط با کووید، با توجه به شیوعی که خود شهروندان هم دارن گزارش میکنن، آمار ابتلا بسیار بیشتر شده. موارد ابتلا بیش از 800 مورد در یک روزه. الان اگر آمال بریتانیا رو نگاه بکنید، 1 در 40 نفر افرادی که در بریتانیا هستن به ویروس آلوده هستن، 2.66%. یعنی اینکه ویروس به طور بسیار بسیار وسیعی در سطح جامعه پخش شده. بله درسته، در بریتانیا، در آمریکا موارد شیوع هست، ولی 445 نفر در بیمارستان بستری شدن در ایران با توجه به جمعیت، حتی اگر بخوایم مقایسه کنیم، و 37 نفر مردن. الان آمار بریتانیا رو هم نگاه بکنید، مرگ و میری که تو بریتانیا مثلا توی هفته اخیر گزارش شده 3 رقمی بوده در هر روز. ولی از همونجور که عرض کردم، میخواستم این رو عرض کنم من، برای اینکه مردم از نه اینطور نیست، 3 رقمی نبوده در بریتانیا آمار مرگ و میر. من الان دارم چک میکنم در مرگ و میر در از وردومیتر نگاه بکنید، همین الان مرگ و میر بریتانیا در هر روز این حدود هست. ملاحظه بفرمایید در هفته پیش اگر که آمار نشنال استاتیستیکس رو نگاه کنید هست، ولی علتی که این مسئله داره، علتی که دارم خدمتتون عرض میکنم، من برای اینکه مردم کشورمون ایران نگران نه.